بینندگان عزیز السلام علیکم، ما در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه قرار داریم. امروز رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف با یک قرار خود روزی برگزاری اجلاسی مشترک مجلس نمایندگان و مجلس ملی را تعیین نمود و این روز 22 دکامبر سال روان برگزار خواهد شد که در این اجلاسی یک جایی مجلس نمایندگان با مجلس ملی پیامی پریزیدنت تاجیکستان ارائه خواهد شد. یعنی امام علی رحمان پریزیدنت تاجیکستان پیام سالانه خودش را برای مردم تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. به این مناسبت ما کارشناسان و جامعه شناسان تاجیک را دعوت نمودیم به سودی شهر دوشنبه که در این باره فکر و نظرها و پیشنهادات خودشان را ارائه کنند. در مهمانی ما در استودی ما مهمانشا شریفزاده جامعه شناس شناخته تاجیک حضور دارند و همچنین نورعلی دولت از کارشناسان مستقل شناخته تاجیک دعوت به عمل آورده شده است که در اینجا نظری خود را بیان دارند. پیامی که روز 22 دکامبر ارائه خواهد داشت، به نظر شما با نظر داشتی از این پیام ماه ینوار سال روان تا این پیام کدام نکته های اساسی ذکر خواهند شد؟ به هر صورت نظر من است که باید به برنامه ضد بحرانی توجه بیشتر داده شود. ساحه‌هایی که در پیام ذکر می شوند باید مفصل بررسی شوند. دستاوردها، کمبودی ها و دورنامه ها باید معین شوند. مثلا سال قبلی همین گونه بود، اما در پیام سال روان بیشتر عمومی گویی بود. بیشتر عمومی گویی بود. درست است عمومی گویی بود، ولی پریزیدنت باز در مسئله حادثه های ماه سپتامبر، اون واقعه هایی که معلوم هستند، اون مسئله تروریسم، در مسئله آموزش زبان روسی و بلند بردن معاش و مسائل دیگر اشاره کرد. خب یعنی این چیزهای کنکریتی بودن، ولی در این پیام همین گونه یک چیزهای کنکریتر میشد انتظار شد. ما وابستگی داریم از روسیه. اگر در روسیه وضع بهتر شود، اگر در روسیه مثلا بحران کاهش یابد و مبلغهایی که ماجرا مهنتی به تاجیکستان روان میکنند، اگر اینا بیشتر شود، من فکر میکنم که به هر صورت شاید پرزیدنت در این مورد و در مورد بلند برداشتن معاش صحبت کند. اما من فکر میکنم که در این مسئله شاید که اصلا در مسئله معاش شاید که سخن گفته نشود. به هر حال اگر ما با انگشتمون برشماریم، به نظر شما کدوم مسئله پرزیدنت تاکید خواهد کرد؟ حکومت باید توجهش برای تطبیق برنامه‌ای که برای تا سال 2030 معین کرده است باید توجه بیشتر کند. مسئله روغن، یعنی باید سرعت کارا افزوده شود. در مسئله سیاست جلب سرمایه، برای جلب سرمایه برای رشد اقتصاد، در مسئله سیاست بسیار سخت، من فکر میکنم که به هر صورت توجه میشود به نزدیک شدن روابط با کشور همسایه ازبکستان. درست، تشکر. مهمان شما نظر شما چی است؟ نظر من این است که واقعا مشکل است از همین سیستمی که امروز شکل گرفته در تاجیکستان، بر اومدن و بیرون از این حرفی نو گفتن. برای حرف نو گفتن، برای اینکه پیام سازنده و پیام واقعا تاثیرگذار و پیامی که باید عملی شود باشد، باید که سیستم یا که چارچوبه که شناخته شود. فکر من همین است که واقعا باید که زیادتر به مسئله بحران که سالهای دراز دوام دارد، مردم که به بحران عادت کردند. دیگر این است که این طبیعت این بحران شناخته شود که چرا مردم عادت کردند. امکانات دو فکر من این است که واقعا شناخته شود طبیعت این بحران و شناخته شود همین چارچوبه یا که وضعیتی که امروز در تاجیکستان شکل گرفته است و مریضی ها یا که مشکلات اساسی که باعث این کار شده. وقتی که در سطح حکومت این مریضی ها شناخته می شوند و حل کرده می شوند، مثلا مسئله فساد یا که مسئله های دیگری که وجود دارند، اصل مسئله با سیاست فضا سازی دقت دادن است. سیاست فضا سازی و پیش از اون که باز به این سیاست فضا سازی دقت داده شود، مسئله سیاست فضا سازی چیست؟ ساختن بنیاد مادی اجتماعی جامعه، ساختن مثال فضای اجتماعی عمومی در سطح جمهوری،
ساختن فضای روانی در سطح جمهوری، هم فضای مادی اجتماعی، فضای اجتماعی، فضای روانی عمومی در سطح جمهوری امکانات بلند شدن صفت حیات مردم رو میتهد. یکی باز وقت این سیاست فضاسازی عملی می شود که باز مریضی هایی که در ترکیب جامعه وجود دارند شناخته شوند، وقتی که ترکیب ها و حرکت هایی که باعث پیدا شدن مثال پیش روی هر گونه حرکت سازنده رو در جامعه پیش روی هر گونه سیاست رو در جامعه گرفته میتونند، اینا شناخته شوند و شکسته شوند و این مشکلات ها حل شوند و که این مریضی ها تبابت شوند. اگر این چیزها اگر که تبابت نشوند، اگر این مشکلات ها حل نشوند، پیام ها باز میخیل در سطح گپ یا در سطح کاغذ موندن میگیرند. مثلا این سیاست فضاسازی این است که امکانات میدهد که از صاحب کاران واقعا امکانات ساختن پیش بردن بیزنس خودشون، ساختن یک جهان برای خودشون، برای دیگران، جای کار، زندگی، صفت مردم بهتر میشد. سیاست وقتی که فضای سالم در تاجیکستان ساخته میشد، مردمی که از خارج امکانات پول وارد کردنی داشته باشند که پول وارد میکنند یا که یک کار دیگر رو تشکیل کردن امکانات بیشتر میشن. مردم که از سال 2010 مثال در روزنامه ها حتی از سفارتخانه بریتانیا، سفارتخانه فرانسه دیگر رو گفتن که در اینجا پول درآورده نمیشد به خاطر اینکه وضع شرایط خوب نیست، شرایط ناسالم است. امروز هم صاحب کاران زیاد در جمهوری شکایت میکنن که اندازهای زیاد که میان شکن هستن امکانات کار رو پیش بردن داده استودن. بغیر از این که مثلا صاحب کاری، مثلا داخل کردن پول از خارج باشد که اقتصاد یا که صنعت تاجیکستان برقرار کرده پیش برده شد، باز امکانات فضا دادن برای صاحب کاران خورد و امکانات فضا دادن به هر یک شهروند تاجیکستان که امکانات و شرایط تشکیل کردن حیات خود و تشکیل کردن حیات جامعه خود تشکیل کردن داشته باشد، امکانات و شرایط تشکیل کردن این چیز داشته باشد است. و فکر می‌کنم که در پیام باید به این چیز دقت داده شود. اصلی مسئله همون مریضی‌هایی که مشکلی‌هایی که با پیام های جناب اولی مثال امکانیت عملی نشدن داده استودن از پیام تا پیام شناخته شوند که در پیام منطقی پیام دیگر شود. در پیام من شخصا انتظارم که در پیام راه های حل مشکلات های درونی، مسئله فساد، مسئله های دیگری که وجود دارند به واسطه روی راز گفته شوند، گناهکاران روی راز گفته شوند که کیا گناهکاران که این مسئله ها حل نمیشن در جامعه. رئیسی مجلس نمایندگان شکرجان ظروف هم اشاره کرد که مسئله اندازبندی و کدکس انداز، مسئله اندازبندی در جامعه تاجیکستان یک مشکلی واقعی است. و در ابتدای همین سال من یاد دارم که سفیر روسیه هم شکایت گفته اعلان کرده بود که در تاجیکستان اندازها بلند هستند. سفیر ترکیه هم گفته بود که اندازها بلند هستند و شرکت های روسی و ترکی مثلا زیاد منفعت دار نیستن که در تاجیکستان فعالیت کنند، زیرا که این اندازه‌ای که هستند برای اونها گرانی میارد و زیاد از 20 هزار صاحب کار فعالیت خود را قطع کردند. این سال هم تقریبا همین تعداد فعالیت خود را قطع کردند. تشکر نورعلی. قبل از برگزاری این میزگرد کوچک ما تلاش کرده بودیم که مقامات تاجیکستان در رابطه با شاید از نکته های پیام پرزیدنت که روز 22 دسامبر ایراد میشد به ما معلومات هم، ولی متاسفانه نمایندگان مقامات تاجیکستان از دادن شرح خودداری کردند. از این رو برای ما روشن نیست که تا حال حاضر که در این پیام پرزیدنت تاجیکستان به طور مشخص کدام مسئله ها مورد تاکید قرار می گیرد، ولی به هر حال این مسئله هایی که در این صحبت شما ها اشاره کردید واقعا برای پیشرفت جامعه تاجیکستان به هم خصوصا اون نکته ای که برای مشخص کردن عملی کردن نکته های پیام باید یک مکانیزم باید به کار انداخته شود خیلی مهم و جالب است. مثلا اگر پیام امساله ارائه شد باید در این پیام گفته شود که کدام مسئله ها از پیام گذشته حل نشدند، کدام مسئله ها حل خود را طلب میکنند در آینده. به هر صورت باید چی کار شد، چی کار ماند، برای یک حسابات به هر صورت باید باشد. واقعا همین را قید کرده هستم که این تحولات ها که میگذارند و مردم را امیدوار میکنند باید که این واقع های امیدوار کننده به شعار تبدیل نیابند در
از پیام بعد پیام به شعار تبدیل نیوبند. وقتی به شعار تبدیل یافتند در واقعیت عملی نشدند این بله نه خیر است، به فایده مردم نیست. این بله به هر حال برای این صحبت بسیار جالب به هر دوی شما اظهار تشکر میکنم. مهمانشاه شریف زاده جامعه شناس شناخته تاجیک، نورعلی دولت کارشناس شناخته و مطرح جامعه تاجیکستان که در این صحبت ما راضی شدید و شرکت کردید، تشکر زیاد. سلام باشید.